Josh. Josh. Bobat Moshe Kabul. What doctor Kabul Zalma? خوش اومدین دوستان عزیز و حال میخواییم به یوسف کارگر زنگ بزنیم میخواییم که دریبلش بکنیم و به خاطر از اینکه لقب مرد بزرگ فوتبال افغانستان را گرفته بله سلام علیکم سلام علیکم آقای کارگر سطمند است اینال شما خوب است ان شاء الله فرض خدا سلامت بفرمایید قربانتان بسیار خرسند هستیم که وقتتون را با ما ضایع میکنین خواهش میکنم قربانتان اول تبریک باشه که شما لقب بزرگترین مرد فوتبال افغانستان از اون خود کردین تشکر لطف شما قربانتان همکارک چک چک بکنیم ما از کمپانی که به حساب خارجی‌ها کینگ آف سپورت میگن یعنی پادشاه سپورت ما خواستیم که یک تحفه ناچیز برای شما و هفت بازیکن برتر برای ما معرفی بکنین که مو یعنی جایزه را که ما میدیم ولو که شاید اونقدر ارزشش بالا نباشه آقای کارگر ولی میخواییم که شما خودتان معرفی کنین کیا هستن و مبلغ 15,000 افغانی برای هفت بازیکن میخواییم بدیم و شما بگوین که کیا هستن نمایشان برای بگوین مشتبای فیض مقدر خادیزاده حشمت الله بارگزای امید یوسفزای رفیق الله بارگزای بله و همچنان مسعود هاشمی بسیار خوب اولادای شما خو نیستن از فامیل خود کس معرفی نکرده باشین آقای کارگر بلکه بی فهمن که اولادای ما سپلیارا کل اولادای ما بشک او گپ خواه از آقای کارگر یعنی هدف ایست که بخاطر مادیات شما بچه خود معرفی نکرده باشین گفته شما در تذکره از آن مراجعه کنین که ولدایش کی است اگر بنام محمد یوسف بود تذکره هم میانه دارن کلشان؟ آه ولی خوب است یعنی بازیکنای ما تذکره دارن رونالدو و اینیا را تا سن 18 سالگی میگن که تذکره نداشتن آقای کارگر بسیار خوب آقای کارگر ما سه جور موزه هم داریم که بس سه بازیکنی که البته همیشه توپا را دست میتن گل نمیزنن سه نفری که همیشه توپا را مس کردن نامش بگیرین بر ما بلال آرزو انجر احمدی و چنان آرش آتیتی خب یعنی شما میگین که سه جور موزه را به اینا بتیم موزه نمیزه شینکاب بسازه نه ما موزه داریم آقای کارگر خیلی شما تکار کنین که ما موزه را براتون میتیم شما بفروشین باز برشاد شینکاک بخرین صحیح قربانتان آقای کارگر یکی از بانوایی که البته در همه تیم بانوان است معرفی بکنین نامش بگیرین که ما یک دو سه کیلو قروت میتیم که میگن خانم ها قروت از یاد دوست دارن ما دمی فوق این کمپانی از لحاظ تغذیه از دوارش کار را اتخام میبرسن یا لحاظ تنبیل مواد البسه برشان کمک میکنه من هم فهم که موزه در مغازه سپورت چی میکنن والا قروت در مغازه سپورت چی میکنن و آقای کارگر چون ما هم جوایز عجیب غریب داریم من در مورد کمپانی خود میخوایم براتون معلومات بتم آقای کارگر کمپانی ما که هستک ما اینا می گدایگرایی را که در شهر شما میبینین اینا مربوط کمپانی ما هستن گفتین تغذیه است اینا پیسه جمع میکنن ما اونو پیسا را میگیریم باز به خاطر که سپورت تقویه شوه یا مثلا یگان نهادهای دیگه تقدیم میکنیم یعنی اصل این کمپانی گدایگر است ما دمی کمپانی گدایگری نان میخوریم امی خود شکم کار است آقای کارگر همین رقم خودتون مربی تیم ملی هستین یعنی شما لقب مرد بزرگ فوتبال افغانستان گرفتین ما لقب گدایگر بزرگ افغان گرفتیم افغانستان رو بخشید بسیار تفاوت داریم ما نه تفاوت نداریم آقای کارگر حالا خوش ما هم رئیس هستین ما هم رئیس هستین این بخش از ملی افغانستان گدایگر نیستن نه آقای کارگر هدف ما نبود ما گدایگر هستیم ولی همی گدایگر ها ورزش تقویه میکنن آقای کارگر نه. ما نمیخواهیم که از دوهای گدایگری شما ورزش تقویه کنیم اما خب ورزش علاقه داریم آقای کارگر که ما گدایی میکنیم ولی ورزش میخواهیم تقویه کنیم فوتبال باید معیاری شود افغانستان گدایی را اعلا بتین بله. جایم یک رای سالم دیگر را در نظر بگیرین که فوتبال را تقویه کنیم حالا آقای کارگر وقتی زمانی که پیسه نباشه ما از کجا کار بکنیم چی بکنیم آقای کارگر توی گپ میزنی که یک رئیس من زندگی مشک راستی نریختان نیم که امروز خودت اشکای من را ریختان دی تو خودت گدایی میکنی فوتبال تو قسم رشد میدین حالا خب فرق نمیکنه دیگه خب ما خودم ببخشین شما در گریان شدیم دیگه معذرت میخواهید ما یک جلسه داریم وقت دارم نمیم خدا حافظ بخیر باشید آقای کارگر قسیم برای بیستم از رادیو آرمان مزایم شدیم سعد شما خوب است کارگر صاحب بخیر هستین آن شما خوب است قربانتان ببخشین کارگر صاحب شوخی کردیم و لقب بزرگترین مرد فوتبال افغانستان را برای شما و با تمام فامیلتان و با تمام افغانستان تبریک میگیم تشکر کسیم جان زنده باشید ما هم برای تمام گدایگرهای افغانستان تبریک میگیم بخیر باشید برای نمایندگی از کل گدایگرها ما میگم زنده باشید بخیر باشید کارگر صاحب کدام آهنگ براتون نشر کنید این لحظه برنامه در آهنگی که به دل گدایگرها خب برسیم آهنگ پیروزی از آن ماست زنده باشین کارگر صاحب وقت خوش ببخشید خدا نگهدار شما خدا حافظ